با سلام، جمیله درساره هستم. امروز هم ادامه بحث کوئری ها رو با هم دیگه دنبال میکنیم. در ویدیوی قبلی ما نحوه ایجاد کوئری grade by unit یا همون mark by unit رو گفتیم که در جدول دانش آموزان و دروس تعداد واحد و نمره رو استخراج کردیم، تعداد واحد رو در نمره ضرب کردیم و در یک ستون به اسم نمره در تعداد واحد ذخیره کردیم. یک بار دیگه در واقع اینجا به شما نشون میدیم که ما یک کوئری داریم شامل نام و نام خانوادگی که از جدول استودنت آوردیم، نام درس که از جدول دروس آوردیم، تعداد واحد اینم از جدول دروس آوردیم و نمره‌ای که ثبت میشه برای هر دانش آموز که از جدول مارک میاریم. و اومدیم برای نمره در تعداد واحد یک اکسپرشن نوشتیم که اسم اون رو هم مارک با یونیت قرار دادیم، برای اینکه در کوئری های بعدی ما با اسم این فیلد سر و کار داریم نه عنوانش. عنوانش هم در پراپرتیز بخشی به نام کپشن وارد کردیم. خب حالا من میخوام نام و نام خانوادگی دانش آموز رو بنویسم و یک ستونی داشته باشم که جمع نمرات این دانش آموز رو برای من محاسبه بکنه. کوئری رو اجرا میکنم، این کوئری که قبلا ایجاد کردیم. توجه کنید منظور ما این هست که مثلا شخصی به نام ناهید مصطفوی درس شبکه و ریاضی رو گذرونده و این درس نمرش بعد از اینکه در تعداد واحد ضرب کردیم شده این. و البته اسم این شخص رو برای درس های دیگه هم داریم. مسلما هر دانش آموز چندین درس ثبت نام میکنه. هر درسی هم یه تعداد واحدی داره. نمره در تعداد واحدشون ضرب میشه، نتیجه رو به ما نشون میده. بجز این ما نیاز به این داریم که جمع این نمره رو حساب بکنیم، مثلا بخوایم بعدها معدل دانش آموز رو داشته باشیم. حالا ما فعلا میخوایم جمع نمرات بعد از اینکه ضریب ها درشون اعمال شد رو به دست بیاریم. روش انجام این کار این هست که یک کوئری بسازیم، اما کوئریمون رو باید از یک کوئری که قبلا ایجاد کردیم بسازیم. من الان این کوئری که مارک با یونیت قبلا ایجاد کرده بودم الان بهش نیاز داره. برابر این کوئری مارک با یونیت رو میارم، فیلد هایی رو اضافه میکنم که قراره در نتیجه کوئری ببینم. مثلا نام و نام خانوادگی رو از جدول دانش آموزان میارم. در واقع از جدول از کوئری مارک دارم میارم، ولی در نهایت این دوتا اسامی هستن که در جدول دانش آموزان قرار دارن. و همچنین مارک بای یونیتشون رو میخوام، یعنی نمره ای که بعد از اینکه ضریبا رو اعمال کردیم اینجا قرار میدیم. حالا میخوایم اینا رو با هم دیگه جمع بزنیم. مربوط به کیا؟ مربوط به اون افرادی که نام و نام خانوادگیشون رو درآوردیم. چجوری این کار رو انجام میدیم؟ خیلی ساده. ما یک گزینه داریم اسم توتالز. روی توتالز کلیک میکنم، یک ردیف به ردیف های پایین جدول من اضافه میشه و عنوانش هم گروپ بای هست، یعنی دستبندیشون کن. من میگم اسامی و در واقع نام و نام خانوادگی دانش آموزان رو بیا دستبندی کن، اما تعداد نمره در تعداد واحدشون رو که قبلا حساب کردی اینا رو بیا با هم دیگه یه کاری انجام بده، اینا رو باید جمع کن. میتونیم از سابه های دیگه هم استفاده کنیم، حالا با توجه به شرایطتون. من اینجا جمع نمراتشون میخوام، پس از سابه سام استفاده میکنم. خب کوئری رو اجرا میکنم، نتیجه رو با هم ببینیم. ببینید میاد زهرا اسدی، هر چی زهرا اسدی هست تو جدول پیدا میکنه، تو کوئری که ایجاد کردیم پیدا میکنه، نمره هایی که قبلا گرفته رو با هم دیگه جمع میکنه، نمره در تعداد واحداش رو جمع میکنه و این کارو برای همه دانش آموزان انجام میده. پس به سادگی تونستیم یک کوئری بنویسیم که جمع نمراتمون رو داره حساب میکنه. خب حالا بریم دستورات SQLش رو با همدیگه مرور کنیم. در دستورات SQL اومده گفته چی؟ سلکت کن، برو انتخاب کن از یک کوئری که اسمش کوئری مارک بای یونیت هست. چی رو در بیار؟ فیلد اسنیمش رو. دوباره از همون کوئریه برو استخراج کن، نام خانوادگی رو در بیار و بیا چیکار کن؟ بیا سام، از تابع سام استفاده کرده، جمع مارک با یونیت رو که قبلا حساب کرده بودیم در بیار و اون رو به نام sum of mark by unit بنویس. حالا شما میتونید این اسم رو اینجا تغییر بدید، مثلا بنویسید sum.
مثلا سام. فرام خب این استخراج رو که انجام میده از کدوم جدول و یا کوئری هست؟ میگیم از کوئری هست که قبلا ایجاد کردیم، اسمش هم گذاشتیم کوئری مارک بای یونیت. اما اینجا ما از دستور گروپ بای داریم استفاده میکنیم. گروپ بای یعنی چی؟ یعنی دستبندی کن. ربطی هم به مرتب سازی نداره، چون مرتب نمیکنه، دستبندی میکنه. میگه ببین شما نام و نام خانوادگی رو که درآوردی از جدول ها، این نام و نام خانوادگی هر چی نمره براش بود رو پیدا کن و اونا رو با هم دیگه جمع بزن. حالا ممکنه سوال پیش بیاد که آیا میتونیم از این خلاصه ترم بنویسیم که اینقدر شلوغ نباشه؟ ما از یک کوئری به نام کوئری مارک بای یونیت استفاده کردیم، میتونیم اینا رو پاک کنیم. فقط توجه کنید اسپیس هاش رو حذف نکنید و یه فاصله ای داشته باشید. اینجا هم برای اسم و فامیل. خب یکم خلاصه تر و جمع و جورتر شد. شاید خوندنش اینجوری خیلی راحت تر باشه. که نام و نام خانوادگی رو و همچنین جمع نمرات رو بعد از اعمال ذریع استخراج کن. از کدوم کوئری؟ از کوئری مارک بای یونیت. دستبندیشون کن بر اساس نام و نام خانوادگی. خب اجراشون میکنم. باز همون نتیجه رو داره. ولی خب ساده تر شد. این کد خیلی ساده تر هست. اجراش هم اگر نگاه کنید عنوانش به جای اینکه قبلا وارد کرده بودیم فقط کلمه سام رو نوشته. خب ما میتونیم این عنوان رو فارسی کنیم. تو دیزاین این قسمت پراپرتیز میگیریم از فیلدمون، توی قسمت کپشن می‌نویسیم جمع نمرات و بعد دوباره کوئری رو اجرا میکنیم و میبینیم که خیلی راحت جمع نمرات دانش آموزان رو برای ما حساب میکنه. پس به این ترتیب ما خیلی ساده تونستیم با استفاده از توتال جمع نمرات دانش آموزان رو حساب کنیم. و این نکته هم یادمون باشه که ما میتونیم از نتیجه کوئری دوباره در کوئری دیگه استفاده کنیم. خب کوئریمون رو میتونیم ذخیره کنیم به اسم کوئری سام مارک بای یونیت. اسمایی قرار میدم که بعداً اگر خواستم ازشون استفاده کنم بدونم چه کوئریه. این یه کوئری هست که سام میکنه یا لا جمع میکنه، چیا رو جمع میکنه، فیلد مارک بای یونیت رو جمع میکنه. خب امیدوارم این آموزشی که در رابطه با ایجاد کردن کوئری و استفاده از دستورات گروپ بای بود براتون مفید بوده باشه. تا جلسات بعدی خدا نگهدار.